افسانه های بیدل بخش جدیدی از مرکز دنیای جادوگری. اینجا قراره با هم در مورد داستان های کوتاه خانم جکی رولینگ که توی سایت سابق پاترمور و سایت جدید ویزاردینگ وورد منتشر میشه صحبت کنیم. برای همین به ایده ای اسم افسانه های بیدل رسیدیم تا با میلاد و مرزیه برای اولین بار با مرزیه یه برنامه ثابت و جدید رو توی دنیای هریپاتر شروع کنیم. حالا اینکه چرا افسانه های بیدل خب اگه یادتون باشه کتاب افسانه های بیدل یه مجموعه از کتاب های کودکانه برای بچه های دنیا جادوگری بود که اکثرشون با این کتاب آشنا بودن اسم اصلیش افسانه های بیدل نقال یا قصه گو هست دیگه بر هم دیدیم واقعا اسم خیلی خوبیه و کاملا مربوطه به کار ما یه سری داستان کوتاه که در مورد دنیای جادوگریه پس ما گفتیم با افسانه های بیدل شروع کنیم وارد این داستان کوتاه بشیم و چه کسی بهتر از میلاد و مرزیه مخصوصا مرزیه برای اینکه تخصصی توی داستان و ادبیات هم داره سلام بچه ها سلام منم مرزیه قبلا هم مهمون ویدیوهای لوموس بودم هم مهمون پادکست بودم و خیلی هم خوشحالم که الان دوباره این فرصت رو پیدا کردم که به شکل دائم کنار بچه ها باشم و با هم دیگه سر بزنیم به قصه های شنیده شده و نشنیده دنیای جادو و جادوگری خیلی خوشحالم که باتونم با و امیدوارم این چند قسمتی که قرار کنار هم به قصه ها سر بزنیم کلی با هم حال کنیم خب خوش اومدی منم خیلی خوش خیلی خوشحالم که فرصتی مهیا شد که بتونیم یه کار جدید کنار شما باشیم ایده اصلی این پروژه رو امید داد که میخواستیم یه کار جدیدی رو شروع کنیم ایده خیلی خوبی بود و همونجور که خودش گفت وقتی ایده پردازی کردیم که اصلا قراره چیکار کنیم و چجوری کار بره جلو نظر این بودش که خب چه کسی بهتر از یه تخصصش رو داره قصه گویی و دوست داره به قصص علاقه داره و خیلی چیزهای دیگه که باعث شدش که علاقه به این ماجرا بیشتر بشه و خب تصمیم گرفتیم افثان بیدل رو شروع کنیم چرا که به این داستان دنیای جادوگری داستان های فرعی که خانم رولینگ برای دنیا جادوگری نوشه کمتر اشاره شده و کمتر بهشون پرداخته شده و هدف اینه که از طریق افثان بیدل وارد این دنیا بشیم و چیزهای جدیدی رو با همدیگه و کنار همدیگه بررسی کنیم خب امروز برای قسمت اول میخوایم بریم سراغ داستان دیلی پرافیت یا همون روزنامه پیام امروز ولی نکته رو باید اشاره کنم که ما ترتیب خاصی رو برای انتخاب داستان ها نداریم شاید بیشتر نگاهمون به این باشه که تو اون هفته که پادکست لوموس پخش شده چه موضوعی موضوع اصلی صحبت ما بوده و اون موضوع مرتبط موضوع رو داستانش رو انتخاب کنیم شاید خب بعضی هفته اینجوری نباشه به هر حال ما امروز دیلی پرافت رو انتخاب کردیم این داستان رو شما مثل همه داستانه کوتاه دیگه دنیا جادوگری میتونید توی سایت مرکز دنیا جادوگری به رایگان متن کامل فارسی رو بخونین مترجم این داستان محمد حسین مدرس نیاز که قبلا عنوان داستان روزم خیام امروز تو سایت بوده ولی چون قصد داریم با هر قسمتی که از افسانه های بیدل پخش میشه اصطلاحات استفاده شده تو ترجمه رو بروز کنیم و مطابق با ترجمه حسین غریبی باشه عنوان این داستان شد دیلی پرافت اگر از نشریات کم تیراژی همچون کویبلر صرف نظر کنیم می توان گفت که در تمام بریتانیا تنها یک روزنامه جادویی وجود دارد روزنامه دیلی پرافت که دفتر مرکزی آن در کوچه دایاگان قرار دارد هر روزه توسط جغ تقریبا برای تمام خانه های جادوگری در سرتاسر سر بریتانیا ارسال می شود. پرداخت هزینه روزنامه با قرار دادن سکه در کیسه کوچکی که به پای جغد روزنامه بسته شده انجام می شود. هر از چندگاهی در مواقعی که اتفاقات جالب یا هیجان انگیزی مثل پرواز غیرقانونی یک خودروی فورد آنگلیا بر فراز بریتانیا رخ می دهد به صورت فوری نسخه ایونینگ پرافت نیز منتشر می شود. پرافت را نمی توان به طور کامل یک رسانه خبری بیطرف به حساب آورد و متاسفانه گهگاه شاهد تمایل این روزنامه به گزارش های جنجالی هستیم که نمونه بارزان ریتا اسکیتر گزارشگر معروف است. این بنگاه خبری که در ظاهر مستقل است تا به امروز در چندین برهه زمانی تحت فشار وزارت جادو یا قدرت حاکم اقدام به سرپوش گذاشتن روی خبرها کرده است. با دقیق شدن به نام این روزنامه می توان به انگیزه اصلی آن پی برد. واژه پرافت، غیبگو، مانند کلمه پرافت سود و منفعت تلفظ می شود. البته مجذوب این ایده هم شده بودم که یک روزنامه جادوگری ادعای علم غیب نسبت به اخبار آینده را داشته باشد. جامعه جادوگری معمولا در پوشش خبری نیازی به طرح دیدگاه های مختلف سیاسی ندارد. البته این بدان معنی نیست که پرافت دارای خط مشی سیاسی نیست. جادوگران چون جامعه کوچک، بیگانه و گاهی اوقات در مرز تهاجم هستند، روی هم رفته فقط به شنیدن اخبار خاصی تمایل دارند. نتایج لیگ کویدیچ اینکه کسی به دلیل نقض قانون بین المللی رازداری به دردسر افتاده باشد، اینکه اداره امور سوء استفاده از اشیاء ماگلی این دفعه چه قانون آزاردهنده‌ای تصویب کرده یا اینکه کنسرت بعدی سلستینا واربک یا گروه خواهران عجیب چه زمانی برگزار خواهد شد در حالی که دنیای ماگل برای تعقیب اخبار روز به روز بیش از گذشته به اینترنت متوصل می شوند به نظر می رسد که احتمالا جامعه جادوگری همچنان به همان شیوه سنتی روزنامه چاپی متمایل خواهد ماند. شاید اگر روزنامه های ماگلی نیز حاوی عکس های متحرک بودند می توانستند تیراژی مشابه روزنامه های جادوگری داشته باشند قبل از اینکه سر بزنیم به روزنامه دنیای جادوگری من یک تاریخ کوتاه میگم راجع به روزنامه ها توی دنیا اولین روزنامه ها به شکل دستنویس 1566 و توی ایتالیا شکل گرفتن ورق هایی بودن که توشون اخبار جنگ و سیاست نوشته میشد و به تعداد محدود بین مردم پخش میکرد روزنامه های چاپی سال 1609 توی آلمان شکل گرفتن و توسط دولت به شدت سانسور میشدن زمان گذشت و وارد قرن 17 شدیم اواخر قرن 17 یعنی سال 1695 توی انگلستان توی لندن و چند شهر دیگه به کمک چاپ روزنامه های چاپی رشد پیدا کردن و در نهایت در 1830 با شکل گرفتن چاپخونه های مدرن که میتونست توی تیراژ بالا روزنامه چاپ بکنه روزنامه تبدیل شد به یکی از مهمترین رسانه هایی که اخبار رو منتقل میکرد اما چیزی که مشخصه اینه که در طول تاریخ روزنامه ها یک خطر بزرگ داشتند و اون هم دخالت دولت ها و سانسور بوده چیزی که از قضا توی دنیای جادوگری هم خیلی واضح ما حضورش رو میبینیم از این اتفاق مصون نبوده آره خیلی جالبه که واقعا منم که این داستان رو خوندم یه نزدیکی زیادی با وضع رسانه توی کشور خودمونم احساس کردم همونطور که اغلب شما حتما احساس کردین من یه سری ویژگی رو لیست کردم در مورد روزنامه دیلی پرافت اولش انحصار توی رسانه است که باعث کنترل دستکاری و سانسور خبران میشه دومیش ارتباط با قدرت حاکمه که منجر به سرکوب اخبار میشه همجور که میبینین خیلی همه چی آشناست و سومیش هم انگیزه های سود محوره که اولویت میره روی کسب درآمد باعث میشه که اون صداقت خبری ارزشش پایین تر بیاد حالا خیلی جالبه که این ویژگیایی که داره با وجود همه ویژگیایی که داره این روزنامه هم خیلی شناخته شده است هم خیلی خواننده داره که خب دلیلش هم همون دلیل اول باید باشه دیگه انحصار داره از یه طرف یه علاقه دست جمعی مردم به این خبرهای هیجان انگیز و ای دارن که کمتر روی کرده سیاسی داره بیشتر روی کرده برانگیختن احساسات رو داره این خودش دلیل موفقیتش محف... قطعا و به حال مشخصه توی همین دنیا جادوگری هم کسایی که اینجوری فکر نمیکنن یا نقشی توی اون دو قدرت حاکم ندارن رسانه ای ندارن یا اگه رسانه هم داشته باشن صداشون به جایی نمیرسه تیریبون خاصی ندارن مشخص اقلیت هاشون حداقل از رسانه محرومن اینا خب یه سری که هم از طرف مخاطبای دیلی پرافیت میشه تو این داستان بهش توجه کرد هم ویژگیایی که خود روزنامه داره یه سری نکات با داشت مثل همه داستانه کوتاه که خانم رولینگ مینویسه مثلا مثل اینکه مردم مقاومت خاصی در برابر تغییر تکنولوژی نشون میدن سمت رسانه های دیجیتال و آنلاین نرفتن و نمیرن حالا کلا که فضای سنتی داره اونجا و اینکه خب روزنامه های ماگلی اون جذابیت های بسری و تعاملی رو نداره که مثلا اینا هی اکساش تکون بخوره اینم اون هم شاید برشون جذاب نیست این یه ویژگی بود که حالا من لیست کردم گفتم اینجوری خواهم هم خلاصه از داستانه هم یه نگاه کلی به چیزایی که ارائه شده بود ببین خیلی این بحث انحصاری که اشاره کردی خیلی جالبه ها یعنی ما تو دنیای جادوگری بریتانیا نگاه میکنم میبینیم به غیر از دیلی پرافیت عملا هیچ رسانه فراگیر دیگه ای توی جامعه بریتانیا وجود نداره در قالب چیزهای مختلف ها یعنی چه رسانه متنی چه رسانه تصویری چه رسانه صوتی و اصلا یه لحظه من میخواستم به این فکر کنم که شاید اصلا یه مقاومتی هم وجود داشته باشه که فقط همین این بمونه که بشه کنترلش کرد یعنی ما وقتی میبینیم ف... می توی کتاب یادگاران مرگ وقتی پاتربان به قول خانم اسلامیه اون پاتر واچ بود دیگه فکر میکنم واجه واج. انگلیسیشو میبینیم میبینیم که خب آره یه تحول خیلی بزرگه دیگه یک سری آدم مستقل اومدن که میدونیم که فرد و جورج اسپانسرهای های اصلیش هست یعنی بنیانگذاراش هستن و خب میارن دیگه آدم های مختلف مثلا خب لی جوردن رو میارن لپین رو میارن آدم های... لپی آره آره لپین آره رو میارن و آدم های مختلف رو میارن و, و اون اون چون یک رسانه مستقل میشه چقدر اطلاعات بهتر و جامعه تری نسبت به دیلی پرافت به جامعه انتقال میده هرچند که خب باز هم اون سراسری نیستش دیگه این جای خالیه واقعا احساس میشه نقش کویبلر هم ولی... نباید فراموش کرد مخصوصا بعد از بازگشت بله بله. میشه گفت نقش اصلی رو کولر یا همون تفرزن داشت که اونم بله. زیاد دیده شد برخلاف نسخه قبلیش آره چون خیلی خیلی سریح و قاطع نظر میداد دیگه بر ضد ولدمورت و در حمایت از هری که در نهایت هم منجر به گروگان گرفتن لونا میشه دیگه بنده خدا یه نکته هم من بگم در مورد اصلا فراگیری روزنامه به نظر من اساسا جامعه جادگری جامعه ایستاییه مایل بله. به تغییر نیستن مایل به دونستن خیلی چیزها نیستن ترجیح میدن توی یه سایه امنی که دارن زندگی میکنن تو همون حالت بمونن مثلا قرنها گذشته نگاهشون به الفای خونگی همون حاضر نیستن چیز جدیدی یاد بگیرن جز اخبار زرد خیلی دنبال کننده اخبار دقیق نیستن جز یه قشر خاصی دنبال کننده مثلا اختراعات تازه و کشفیات تازه نیستن به نظر من خیلی جامعه ایستایند دلشون میخواد تو همون دایره امنی که دارن بمونن البته حدس میزنم دلیلش پس از فاجعه است یعنی اینها یک دوره طولانی ولدمورت رو پشت سر گذاشتن حالا که رسیدن به امنیت حاضر نیستن کوچکترین قدمی خارج از این دایره امنشون بردارن و دلشون میخواد تو همون حال و هوایه بمونن حالا باز این نظر شخصی منه ببین یه مقاومتی هم میدونی رو چی دارن یه مقاومتی روی تعامل دارن من احساس میکنم که اینا فقط اون فکوس اختراع کردنشون رو روی خود جادو گذاشتن یعنی ما بیایم الان مثلا مخترعین ما یه وردی و مثلا تلسمی و افسونی و اختراع کنن که حالا مثلا یه کاری هم انجام بده تا بخوان توی تکنولوژی هم دستی داشته باشن خب مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم که با کلی آزمون و خطا اینا استفاده از قطار رو بهش روی میارن یا با کلی مقاومت از اتومبیل دارن استفاده میکنن تازه اونم یه سری اقشار خاصی این کار رو انجام میدن کلا به اون تعامله با دنیای ماگلی یه مقاومتی دارن نمیخوان اصلا ارتباطی برقرار بشه از ترش ار... از ترش نه از ترس افشا شدن نمیخوان هیچ تعاملی برقرار کنن با ماگل ها و از تکنولوژی های اونا هم بتونن بهره ببرن شما مثلا خب تصور کنید مثلا رادیو رادیو چیز بدی نیستش یا حتی تلویزیون چیز بدی نیست به خودی خودش چیز بدی نیست رسانه است دیگه اینا حتی در حد اون هم این کار انجام نمیدن با اینکه میدونن اصلا رادیو چیه تلویزیون چیه ها ولی یه مقاومتی دارن در برابرش شاید به نظر من شاید یکی از دلایل این که دامبلور علوم مشنگ ها رو یا مایل ساینس رو توی هاگوارتس اوورده باشه شاید یکی از دلایلش این باشه شاید بتونه یه مقدار از اون مقاومت توی نسل بعدی جادوگر رو کم کنه نمیدونم شاید میشه اینجوری بهش نگاه کن که جای مقاومت شاید یه دلیل مهمش این باشه که اینا چون خواستن توی لایه پنهانی از جامعه زندگی کنن و خودشونو از در واقع اکثریت انسان ها دور نگه داشتن اصلا در جریان اتفاقات یا پیشرفت بشر توی زندگیشون نیستن مخصوصا به خاطر ابزارهای منحصر به فردی که خودشون دارن یه جور احساس بینیازی دارن که اصلا ما به اختراعات اونا چیکار داریم چه نیازی داریم خودش باعث شده یه شکافی بین اینا و انسان ها به وجود بیاد مثلا اینترنت شاید اسمش رو مثلا شنیده باشن مثلا ما میخوایم چیکار ما راهکارهای دیگه ای داریم ولی به حال شکاف خیلی هی داره زیاد میشه از این ور که مثلا ماگلا پیشرفت میکنن اونا همچنان به سبک و سیاق خودشون هستن حتی مثلا میبینیم استفاده از مترو و خیلی چیزای ساده که برای ما روزمره است برای اونا یا خیلی پیچیده است یا حتی اصلا اسمش هم نشیندن یه یه جمله جالبی آقای ویزلی داشت میگفتش که ماگلا خیلی زرنگن عدم نیازشون با جادو رو ببین با چه چیزایی حل کردن این, این،, این نقل قول رو نمیدونم تو کدوم کتاب میگه آرتور ویزلی ولی خیلی جالبه که خب اون علاقه داره دیگه به تکنولوژی ماگل ها علاقه داره و نگاه میکنه مثلا میبینه که خب مثلا اونا به جای جارو با قطار میرن این بر اون بر. خب میدونی خیلی باسش خیلی شیرینه و این جمله هم خیلی جالبه حالا سراغ روزنامه یه ذره راجب خودش شماها چی ازش یادتونه واضح ترین چیزی که از این روزنامه توی مجموعه کتاب یادتونه چیه دستم خورد به میکروفون از دیلی پرافت آره آره از خود این روزنامه چی یادت واضح ترین تصویری که یادتونه چیه یه دوتا تصویر سازی متفاوت و یه جورای متضاد داشته یکی تو بخش اول داستان ما همیشه اینو جنبه اطلاع رسانی رو داشتیم از سیریوس بلک گرفته یا همون بانک گرینگوتس گرفته یا اون اتفاقی که با ماشین آقای ویزلی افتاد امه. ولی از بعد بازگشت ولومر کلا رویه روزنامه خیلی تغییر کرد توی کتاب چهارم که حالت کومیک داشت با حضور ریتا اسکیتر بله آره و خب حضور مهمی هم داره توی کتاب چهار آ... آره توی کتاب چهار چیزم هست دیگه ته خبر آره. زرده یعنی تو به خودت میگه خب از این دیگه زردتر ممکن نیست یعنی <applause> 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 روزنامه میشه روابط عاشقانه آره. هرمائینی و هری و کرام و آره. کی با کی رفت و آره یعنی آره. خیلی شبخیستور خبر میرن <تصفيق> <تصفيق> آره و چیزم هست به نظرم خیلی زمین سازی حوشمندانه یعنی ما توی سه قسمت قبل یک مرکز خبری دیدیم بله توی قسمت چهار یک مجموعه زرد فاجعه میبینیم چون در قسمت پنج قرار در خدمت سیاست و به شکل منفی باشه بله. به نظرم خیلی هوشمندانه داره توی کتاب چهار خرابش میکنه که مردم رو شوکه نکنه توی محفل ققنوس جالب بود از این جا... زاویه واقعا تا حالا بهش نگاه نکرده <applause> آره خیلی, منطقیه دقیقا آره دقیقاً یه همیارتش مرکز میکوبه 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 هره. خب تو میگی که خب این کسافت دیگه تو قسمت پنج کارو کار ازش بعید نیست دقیقا و اون کسافتی که داره این اخبار رو پوشش میده یعنی ریتا اسکیتر <تص> میاد کتابی در مورد دامبلدور می که تو نمیدونی حرفاش توی اون کتاب آخ. رو باید آه. باور کنی یا اینکه بگی که داره محمل میبافه دیگه دقیقا وضعیت الان رسانه خودمونه ها حالا اصلا رسانه داخلی رو کاری ندارم چون اونا میگم یا این وری یا چون محدودیت های خاصی دارن ولی رسانه خارج از کشور هم اصلا میگی نمیدونم ای الان داره دروغ میگه یا بخشش واقعیت مزدور بازی دارن در میدونم. هر نمیدونی چی رو باور کنی آره <laughs> و خب آره. اینجاست که اون شغل خبرنگاری اون قداست شغل خبرنگاری چقدر مهم میشه دیگه ما خب داریم دیگه فیلم ها و داستان های زیادی در پاک بودن اینکه خبرنگاری وقتی پاک باشه چقدر میتونه مسمر سمر باشه توی جامعه داریم خوندیم و دیدیم و خب فقدانش رو حس میکنیم دیگه حالا چه توی مثالی که امید زد چه توی روایتی که با صدای مزیه شنیدیم ولی بخش برانگیختن احساساتش جنبه بین المللی داره دیگه مثلا تو سطح جهانی هم ما میبینیم, می خبرهایی که مثلا به ظاهر واقعا بیارزشن مثل عروسی های سلطنتی یا شاید میدونم روابط <تصفح> سلبرتی شاید جذابیت خیلی بیشتری برای مردم داره تا خبرای دیگه مردم منم من هم قطعا جزی از مردم هم دیگه نمیگم من متفاوتم ولی خب یعنی تو سطح رسانه اونم میبینن اینا برد بالاتری آره. داره این خبرا دیگه هستی الان تو خود شبکه اجتماعی هم مگه همین نیستش هست همین دیگه شبکه اجتماعی هم محتوایی که زرد هست رسانه دیگه رسانه شخصی هن. خب این زرد دیگه اون که آدمایی که چیز زرد محتوایی زرد میذارن از افرادی که واقعا دارن یک محتوای چه میدونم آموزشی فرهنگی هنری میذارن بیشتر دیده میشن اون زرد بیشتر دیده میشن ولی یه سوالی من پرسید من میخوام یه جوری دیگه مطرحش کنم بین خودمون سه تا حالا شما هم اگه دوست داشتین حتما دوست داریم کامنت بذارین در مورد این سوال جواب شما هم بدونیم اولین تصویری که از پیام امروز توی ذهنتون مونده حالا چه در قالب فیلم چه در قالب کتاب کدوم بخشه چیه یعنی اسم پیام امروز میاد اولین چیزی که تو ذهنتون تداعی میشه چیه برای من سیریوس بلکه اون تصویرش توی آزکابان با اون تابلو شماره که گرفته جلوش اصلا محاله که من به این روزنامه فکر کنم و اون تصویر رو نبینم واضح ترین تصویر توی ذهنمونه آره منم منم میخواستم خودم اینو بگم ولی خب یه چیزی دیگه هم هست حالا امیدم بگه منم قطعا هم سیریوس بلک شاد چون انقدر مثلا فیلم سه خیلی رو این تصویرش روی دلی پرافت فوکوس داشت اینجوری هک شده تو ذهن نمونم ولی حالا یه چیزی غیر اون بخوام بگم قطعا آره. اون خبرهای مربوط به آمگریج و تغییراتش توی هاگوارتسه که هی تیتره و من تبدیل به مقاله های روزنامه آه. شدم هست آره. اون بحث چیز دیگه دیوید دی ایتس به خودت گفتی دیگه کلا دیوید دی ایتس کلا روی روزنامه خیلی بیشتر مانوف داده ولی من خب منم مثل امید یه تصویری که از دیوید دی ایتس هستش در کنار همون سیریس فلکه یه تصویری که از بل... از ببخشید از روزنامه دیلی پرافت تو ذهنم هستش یعنی از روزنامه بخوام بگم برمیگردم به اون شروع اینترو فیلم شاهزاده دورگه دیگه اونجا که توی وزارت خونه دامبلور با دست سالم دستشو میندازه روی شونه هری و بلندش میکنه و اون صحنه هک شده توی روزنامه تصویرم متحرکه دیگه و بعد ما میای میبینیم که دست دامبلور سیاه شده اون دیلی پرفتون صحنه هم خیلی خوب باسه من تدایی میکنه بله. برا من چیزم هست اون صحنه پایان محفل ققنوس که هری روی زمین خوابیده و دامبلور سرش گرفته توی بله من. بله. دامنش بله. و پای... پایان و به نوعی شروع دیگه پایان بله. بدبختی این دو نفر رو برای اینکه ثابت کنن یک اتفاقی افتاده و شروع بدبختی جامعه ماگلی و جادوگریه اون هم برای من تصویر جذابیه و توی صحنه های حذف شدهش که فکر میکنم همون اون صحنه ای که میگی و نشون میده بعد میاد تو هاگوارتز پروفسور مگونگل رو ویلچر نشسته و داره همون صفحه دیلی پرافت رو میخونه تو دستش گرفته این فکر کنم توی اصل فیلم نیست تو صحنه های حذف هستش متاسفانه <تصفح> اما اگه بخوایم برگردیم به خود روزنامه یه اطلاعات مختصری در مورد این روزنامه بخوایم بدیم اینجوری میشه گفت جدا از داستانی که خود خانم رولینگ داده بهمون به یه هایی هم توی کتابا بوده که میشه بهشون اشاره کرد اینکه آخرین سردبیر شناخته شده روزنامه دیلی پرافیت بارناباس کاف بود که اگه یادتون باشه همون اوایل کتاب شاهزاده دورگه هورس اسلاکون به هری اشاره میکنه و ازش اسم میبره اینکه این, که این بارناباس کاف هم جزء اون انجمن اسلاگ پروفسور اسلاکون بوده و دیلی پروفت از سال 1743 منتشر میشده که همون سال توی یه مقاله ای درباره گیدون توی یه مقاله ای درباره گیده اون فلات ورسی که رهبری انجامن زده ماگل بوده این موضوع رو چاپ میکنه و می که این آدم بیشباهت به یک جادوگره و کلا شبیه یه گراز تنبله که دوست داره روی یه تشک بعد بود فقط دراز بکشه و مردم اون رو تحسین کنه و خب این ماجرا داستانهای عجیب و غریبی واسه این روزنامه درست میکنه جلد. و یه نکته دیگه هم که داره اینه که همونجور که مرزیه توی داستانی که با صدای مرزیه شنیدین اشاره شدش که گاهن روزنامه اصر هم داره آخر هفته ها هم آخر هفته ها هم ساندی پرافت میادش یعنی یک هفته نامه ای هم هست به اسم ساندی پرافت که باز متعلق به همین دیلی پرافت هستش و هفته به صورت هفتگی منتشر میشه لوموستور به صورت هفتگی منتشر میشه و میادش بیرون و گاهی اوقات گاهی اوقات گفتی گاه نره آها گفتم گاه هم ببخشید من من میکنم گاهی اوقات روزنامه اصر داره ولی هر هفته ساندی پرافت هستش و یه چیز دیگه هم من بگم دلم نمیاد نگم حقیقت تو آخرین خط داستانی که خوندی مرزیه از, از خانم رولینگ که گفته در حالی که دنیای ماگل ها به شکل روز و غیره و اینا بودش یه, جمله ای داره میگه تو فکر این بودم که یک روزنامه ای رو برای این دنیا اختراع کنم که اخبار روز بعد رو منتشر میکرد یعنی یه روز جلوتر اخبار رو منتشر میکرد من نمیدونم یادتون هست یا نه ما بچه بودیم یه سریال نشون میداد بره. که اگه آره یادتون باشه آره. این بنده خدا هر روز روزنامه فرداش براش میومدش و آره. یه گربه براش میومد با که آره یه گربه واسش میآوردش و خب این بخش حوادث روزنامه رو میخوند و میرفتش سعی میکرد از رخ دادن اون اتفاق جلوگیری کنه که خیلی جالب بود من این بخشی که خوندم رفتم سرچ کردم که این اصلا چه سریالی بوده من خیلی بچه بودم واقعا اصلا خیلی تصاویر محوی ازش یادمه که یه سرچی کردم دیدم اسم سریال توی ایران در برابر آینده ترجمه شده بوده ولی اسم اصلیش ارلی ادیشن بوده یا نسخه اولیه که سال 1996 آه. توی آمریکا منتشر شده و خب این هم یه نوستالژی بود دلم نیومدش اونا که همسن سال من هستن شاید یه گوریزی بزنن به کودکیشون دلم نیومد اشاره نکنم خب این اولین قسمت از افسانه های بیدل بود امیدوارم که پسندیده باشین و هفته آینده همین روز منتظر قسمت بعدی برنامه ما باشین مرسی که تا اینجا همراه ما بودین مرسی ازتون منتظر نظراتتون هستیم و مثل همیشه ممنون میشیم ما رو به بقیه معرفی کنیم خداحفظ. ممنون که تا اینجای این ویدیو با ما همراه بودید و برام کامنت بذارید خبری که تو زندگیتون توی روزنامه خوندید و تو ذهنتون مونده و هر وقت به روزنامه فکر میکنید اون خبر یادتون میاد چی بود؟ ممنون که با ما بودید